در اقدام جدید حکومت سعودی، ریاض بخش غربی استان شیعه‌نشین قطیف را البیضا نامگذاری کرد و نام بخش شرقی القطیف ماند. تقسیم استان قطیف به دو بخش شرقی و غربی برخلاف خواسته اهالی این استان شیعه‌نشین صورت گرفته است. حکومت آل سعود در ظاهر برای حفظ مرزهای اداری استان از شرقیه این استان را تقسیم کرده، اما به اعتقاد کارشناسان مسائل سیاسی عربستان این اقدام با هدف تجزیه این استان شیعه نشین صورت گرفته است. بدون شک چنین تجزیه‌ای علاوه بر اینکه زمینه را برای نیروهای امنیتی و نظامی آماده می کند تا بیش از پیش شیعیان عربستان را در محاصره قرار دهند، باعث کاهش خدمات و بودجه دولتی و شهری خواهد شد و لذا به مرور زمان بر زندگی و وضعیت شهری و اجتماعی شیعیان تأثیر می گذارد. با هدف بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی می کنیم با جناب آقای دکتر یاسر قزوینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی عربستان. سلام. به نظر حضرت عالی، حکومت سعودی این تقسیم بندی را صرفاً با هدف اداری انجام داده یا پشت موضوع اهداف سیاسی به خصوص علیه شیعیان هم وجود داشته؟ سلام علیکم. من سلام خدمت عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که این برای اولین بار نیست که چون اقداماتی از سوی کشور یا دولت عربستان سعودی رخ میده. در واقع پس از ظهور چاه‌های نفت در منطقه شرق عربستان که در واقع چاه‌های نفت بسیار مهمی هستند، همواره ما مواجه هستیم با شکل‌گیری مناطق جدیدی که در واقع برکات این نفت و در واقع خدمت شما عرض کنم نهادهای مرتبط با نفت در اونها شکل میگیره، مانند الخبر، مانند ظهران، و اینها باعث میشه که در واقع خیرات و برکات نفت به مناطق بافت تاریخی منطقه شرق عربستان یعنی احسا و قطیف و مناطق مانند این نرسه. و به نظر میرسه شکلگیری استان البیضا هم جدای از این مسئله نیست و پرسش اینجاست اگر قرار هست در اون منطقه توسعه ای رخ بده، چرا بافت قدیمی و بافت فرهنگی و تاریخی قطیف رو نباید این در بر بگیره و فقط این مسئله باید در واقع جدا بشه و به یک مناطق دیگری اختصاص پیدا بکنه. بله. و در هر صورت نظر میرسه این مسئله به لحاظ اجتماعی و به لحاظ فرهنگی موجب در واقع محاصره بیشتر قطیف و موجب به حاشیه رفتن بیشتر قطیف میشه و در واقع اختصاص یافتن بودجه های توسعه ای به مناطقی به جز مناطق بافت فرهنگی و قدیمی قطیف و نواحی اون. بله. آقای دکتر، به نظر شما آیا چنین اقدامی با شعارها و موضع‌گیری‌های چند سال اخیر شاهزاده بن سلمان که تلاش کرده آل سعود را حکومتی صلح‌آمیز و غیر طایفه‌ای نشان دهد منافات دارد یا خیر؟ ببینید، البته بحث درباره اقدامات محمد بن سلمان خیلی زیاد هست. اقدامات محمد بن سلمان رو من اسمش رو شاید البته با تسامح می‌گذارم اصلاحات رضاخانی. در واقع اصلاحات اون همراه هست با خشونت بسیار زیاد، این خشونتی که نه تنها در مورد شیعیان اعمال میشه بلکه در مناطق دیگر هم اعمال شه. در جده امروز ما مواجه هستیم با در واقع تخریب های خیلی وسیع در مناطقی که قرار هست شهر نیوم ساخته بشه در ساحل دریای سرخ. در اونجا تخریب های وسیعی داریم که در طی این تخریبات خب شخصی به اسم هویتی در واقع کشته شد. و در واقع این اقدامات محمد بن سلمان مشخص نیست که راه به کجا میخواد ببره و خدمت شما عرض کنم از سمت دیگر در واقع ایجاد مناطق جدا از بافتهای فرهنگی که در واقع رقیب آل سعود در منطقه نجد هستند، مثل مناطق احسا و قطیف در شرق عربستان و مناطق حجاز در غرب عربستان. در واقع این مسائل مسائلی است که متعلق به امروز نیست،
و میگم موجب به حاشیه رفتن بیشتر مناطق شیعی از جمله قطیف میشه. و خدمت شما عرض شود که پس مانند همان اقداماتی است که در آغاز کار دولت سوم سعودی و در دوره‌ای که نفت در واقع ظهور کرد در این منطقه مانند همون هست و هیچ تفاوتی نمی‌کنه و ما در واقع نمی‌بینیم که محمد بن سلمان بخواهد به واقع و به راستی مناطق شیعه نشین و بافت‌های فرهنگی و تاریخی شیعه نشین در شرق عربستان رو ببرد به در واقع گونه‌ای توسعه. البته در واقع مسائل دیگری رو هم به یاد داریم مانند تخریب حی المصوره، منطقه المصوره در العوامیه که در واقع یک منطقه‌ای بود که همواره با نیروهای سعودی هم درگیر بودن جوانان اون منطقه و خب تخریب شد و به جای اون خدمت شما عرض کنم نهادهای در واقع اقتصادی و تفریحی به جاش ساخته شد. ممنونم. آقای دکتر قزوینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی عربستان با ما بودند.